دومین مبحثی که از فعل بسیار پرسوال هستش، با اینکه حجم درسش به اصطلاح نسبت به خیلی از مباحث خیلی کمتر هستش، ولی به قدر این نکات سوالی و کنکوری داره که طراحا حتما بهش توجه ویژه‌ای رو خواهند داشتش. مبحث اعراب فعل و معرب و مبنی در فعل هست. از نظر تعریف میدونید که ما کلن چه توی اسم و چه توی فعل هر کلمه ای که علامت آخرش ثابت باشه بهش میگیم کلمه مبنی. مثلا ما تو فعل ماضی هیچ وقت علامت آخرمون عوض نمیشد، ما تیم زهبه ماضیه همیشه فتح هست عوض نمیشد، ولی یزهبه اگر یادت باشه مثلا وقتی که معزوم میشد او را ساکن میکردیم. کلمه ایم که علامت آخرش تغییر میکنه رو بشیم کلمه چی؟ مربی است. حالا ما چون تو مبحث فعل هستیم با مربی و مبنی اسم کاری نداریم، فقط میپردازیم به مربی و مبنی در فعل و اعراب فعل مضارع که بسیار مهمه. توی فعل سه گروه از فعلهای ما مبنی هستن، فقط نام میبریم. یک، تمام فعل‌های ماضی مبنی هستن. دو، امر معطوف فقط امر شش صیغه چی؟ مخاطب. امر غایب که با حرف ل ساخته میشه تو فصل قبلی گفتیم تو قسمت مضارع مجزوم میادش درست معرب حساب میشه. تو مضارعها کیا دست نمیخوردن؟ هیچ وقت نونشون حذف نمیشد. کدوم صیغه ها؟ صیغه های جمع های مؤنث. جمع های مؤنث در فعل مضارع هم جزء مبنی هستن. پس سه گروه فعلمون مبنی شد. یه بار دیگه چک میکنم، تمام فعل های ماضی، امر مخاطب و دو صیغه به قول خودتون 6 و 12 مضارع که جمع های مؤنث هستن. اما نکته که در مورد مبنی ها باید یادمون باشه، چه در فعل چه در اسم، یادتون باشه مبنی ها رو اعرابشون رو میگیم چی؟ محلن. دقت کن، نکته که در مورد مبنی وجود داره آبی رنگ پایینمون هستش، گفته تمام مبنی ها دارای اعراب چی هستن؟ محلی میباشن. ما تو اسم هم اینطوره، ما تو اسم مثلا ضمیرها رو میگیریمشون مبنی. خب وقتی که میاد اول جمله میشد مبتدا محلن مرفوع. یعنی چی؟ یعنی در محل مبتدا قرار گرفته، در محل مرفوع قرار گرفته، ولی نمیتونیم حرکتش رو تغییر بدیم، پس میگیم محلش و جایگاهش در محل چیه؟ مرفوعه. اینجا هم اینطوره، ما الان توی جمله شرطی فعل ماضی هم مجزوم میشه ولی علامتش عوض نمیشه، میگیم محلن مجزومه. پس نکته ای که در مورد مبنی ها یاد میگیریم چیه؟ اعرابشون چیه؟ محلیه. حتما یادت باشه. پس اما هرچی جز اینه نباشه میشه معرب. مثلا فعل یذهبوا ماضی نیست، امر نیست، جمع مؤنث هم نیست، پس میشه مضارع معرب در اصل. پس معربا کیامون میشن؟ مرب ها میشن هر فعل مضارعی که جمع مؤنث نباشه. 14 صیغه فعل مضارع داریم، از این 14 صیغه فعل مضارع دو تا چه کم کن میمونه چند تا؟ 12 صیغه. این 12 تا صیغه سه نوع اعراب خواهد داشت. اما اون سه نوع اعراب چیه؟ یا بهش میگیم مضارع مرفوع، یا مضارع مجزوم، یا مضارع منصوب. حالا میخواییم ببینیم کی به مضارع بگیم مرفوع، کی بگیم مجزوم، کی بگیم منصوب. چی گفتم توی فعل مضارع قبلا؟ علامت آخر فعل مضارع چند تا بود؟ دو تا، یا او بود یا نون بود. اینو قبلا هم داشتیم، گفته بودیم آخر فعل مضارع یا او و یا نون داره. اصلا مضارع اگر بخواد مجزوم یا منصوب بشه باید حتما حروف جازمه یا ناسبه بر سرش بیاد. الان برات ذکرش میکنم. هیچ حرفی وقتی که بر سر فعل مضارع نیاد یعنی اون فعل در حالت عادی وجود داره. حالت عادی حالت چیه؟ مرفوعه. در حالت مرفوع باید علامتش چی باشه؟ یا او داره یا نون داره. اما اگر بخوایم مجزوم کنیم، حالا که بخوام مجزوم کنم باید چی بیارم؟ حروف جازمه رو بر سرش بیارم. حروف جازمه کدوم هست؟ این هست عدات جازمه. یک، لام امر، لی که می آوردیم سر فعل امر. دومی لای نهیه،
گفتم برای تو فصل یک. سومی لم و لماس، چهارمی هم که امروز کامل بهت میگم مثل انا و من و ما عدات شرط هستن که قسمت شرط رو جدا برات خواهم گفت. ما هر وقت بخوایم مضارع رو مجزوم کنیم حتما باید یکی این چهارتا بر سرش بیاد. مثلا یکی از اینا رو براتون میارم. لم رو آوردم. لم رو که آوردیم، اونا که آخرشون او بود ساکن شد، اونا که نون بود نونشون حذف شد. حالا میخوام منصوب کنم. چطور میخواستی مجزوم کنی بعد حروف جازمه میآوردی؟ خب منصوبم میخوای بکنی بعد حروف ناسبه بیاد بر سرش دیگه. حروف ناسبه ان لن کی ازن حتی ل، ان لن کی ازن بر سر فل فتحه بزن، ان لن کی ازن بر سر فل فتحه بزن حتی باله، حتی باله ان لن کی ازن حتی اوله فعل رو منصوب میکنه، بر سر فعل فتحه بزن. یعنی چی؟ یعنی اینجا که حرکت داره آخر فعل وقتی که میخواد حرکت بگیره منصوب میشه و اگر نون باشه بازم نونش حذف میشه. پس یه بار در نمودار کلی برات بگم. حالت عادی زمانی که فعل مرفوع باشه او یا نون میگیره آخرش، وقتی که حروف جازمه میاد بر سرش مجزوم میشه، ساکن میشه، نون هضم میشه. وقتی که حروف ناسبه بیاد منصوب میشه، وقتی که منصوب بشه فتحه میگیره آخرش. اونجایی که نون داریم نونش هضم میشه. یعنی تو اونایی که نون داریم بودن نون میشه مرفوع ولی نبودنش میشه هم مجزوم هم منصوب. از کجا تشخیص میدیم؟ از روی لم و لنی که اومده. میگیم لم جز مجزوماست، مجزوم کردیم. لن جز منصوباست، منصوب کردیم. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست. ما اینجا لی امر داشتیم که مجزوم میکنه، اینجا لی ناسبه داشتیم. یکی از نکات 100% کنکور خواهد بودش. اما نکته حرف ل، یه نکته استثنایی میخوام بهت یاد بدم. ما متاسفانه سر تشخیص لام ناسبه و لام امر روی عبارت اگر بخوام نشونتون بدم، الان سوال سراسری زبانهای خارجی 92 هم هستش. ببینید متاسفانه خیلی از عزیزامو میان با توجه به اینکه آقا معنی میکنیم، اصلا زمان معنی نداریم ما تو کنکور. این یک. دو، یا متاسفانه چند تا کتاب رو اخیرا داشتم مطالعه میکردم دیدم نوشته اگر ل سر فعل مضارعه، ببین ل سر اسم هم ممکنه بیاد، حرف جره. الان داریم شاگرد ل تعلیم رو رفته اشتباه کرده، حواسش نبود مضارع منصوب زده یا مجزوم. ل تعلیم، تعلیم مروز چیه؟ تفعیل. ما میگیم ل وقتی که سر فعل مضارعه میادش، مثل اینجا، یا مجزومه یا منصوبه. ترجمه رو قبول نمی کنیم چون اصلا زمان ترجمه نداریم. چون اگه بعد دوبار بخواد هر کدوم گزینه رو بخواد معنی کنه قابل قبول نیست، اگه بتونه تازه معنی کنه. ببین یه شاهکار میخوام بهت یاد بدم. چند تا کتاب مطالعه میکردم متاسفانه دیدم که مطرح میکنن اگر حرف ل اول جمله بیاد میشه مجزوم. ما الان چهار تا فعل داریم، زیر هر چهار تا رو اول خط میکشیم. اومدن گفتن اگر، متاسفانه در کتاب درد شده اینا، اگر ل اول جمله باشه میشه مجزوم. قبوله، این بشه مجزوم. بعد اگر وسط باشه منصوبه. خب الان اینجا سه تا گزینمون وسط دیگه، پس هر سه تا منصوبه. در تیگه گفته کدوم لام ناسبه است، سوال کنکور هم هستش. اگه تو باشه که الان سه تاش باید جواب بشه که. ببینید شاهکاری که تو یاد میگیری اینی. یه سوال ساده ازت کنم. چهار تا ل سر فعل مضارعه داری به همین سادگی، کدوم از این ل قبلش تو جمله یک فعل دیگری وجود داره؟ گزینه سوم. جواب میشه گزینه سه. بس سلام. پس این اول و وسط رو اصلا کاری نداریم. قبل از ل که سر فعل مضارعه بیاد اگر فعل دیگری جمله دیگری نباشه مجزومه، اگر فعل و جمله دیگری باشه منصوبه. به همین راحتی. برو هرچی تست الان خواستی باش بزن. این تفاوت لام ناسبه و لام امره.
یه بار دیگه مطرح میکنم، اگر میخوای بنویسید، ل سر فعل مضارع قبلش فعل اومده باشه منصوبه، قبلش فعل نیومده باشه مجزومه و اون فعل فعل امره. این یک شاهکاری که برای کنکور تو یادت بمونه و حتما استفادهش کن. اما قبلا براتون گفته بودم که آینده رو با حرف لن منفی میکنن، درسته؟ ولی لن غیر از اینکه فعلو میتونه آینده معنی کنه، مثل لا میمونه، یعنی میتونه مضارع رو منفی کنه. البته یه تفاوت کوچیک داره. پس ببینیم یه بار، لن جزء از حروفیه که غیر از اینکه مضارع رو منصوب میکنه، جمع منفی هم به فعل میده. منتها تفاوتش ببینیم چیه. یکتبو نمیشد مینویسن، اومدیم لن یکتبو. فعلی که با لن میاد دو جور میتونه معنی بشه. پس هم میتونه به صورت مضارع منفی معنی بشه، نمی نویسون الان مضارع منفیه، و هم به شکل آینده منفی معنی بشه. فرقش چیه؟ اگر به شکل مضارع معنی کنن، حتما باید از کلمه هرگز استفاده بشه، ولی کلمه هرگز رو در حالت آینده میتونه بیاره میتونه نیاره. پس یه بار دیگه، فعلی که با لن همراه میشه هم میتونه مضارع معنی بشه هم آینده، منتها تو مضارع حتما باید از کلمه هرگز استفاده بشه، در صورتی که تو آینده هم میتونه بیاره هم نیاره. یعنی بود و نبود کلمه هرگز در حالت آینده تأثیری نخواهد داشت. بریم سراغ یکی از تستایی که تست سراسری ریاضی 92 هم هستش، با همین نکته که عرض کرده ببینیم چجوری حل میشده. ببینید، ما الان میریم اینجا زیر فعل لندیستیه رو خط میکشیم. این بعد یا مضارع معنی بشه یا آینده. مثلا تو مضارع گفتیم حتما بعد هرگز بیاد، تو آینده بود و نبودش تأثیری نداره. اگر بخوام بگم اداره میشود رو، حالا کاری به معنی لغتیش ندارم و قبول کنم، خب اینجا این مضارع بوده ولی هرگز نداشته، از طرفی فعل فرار نخواهد کرد و دارم، منتها فعل فرار نخواهد کرد ریشش مشخصه به فعل ان یفر میخوره، خب این دیگه آینده نبوده، پس گزینه یک ما نمیتونسته قبول باشه، حذف میشده، این فعل رو معنی نکرده. تو دو نخواهد توانست معنیش کرده، چون آینده است دیگه کاری به هرگز نداشته قبول بوده. تو سه نتوانسته است، اصلا ماضیه، اصلا قابل قبول نبوده گزینه سه. و چهار هم نمیتواند مضارع است، منتها تو مضارع گفتیم باید حتما هرگز بیاد، نیورده. یک حذف شد بین دو سه چهار. ببین یه همچین تستی رو شما نگاه کن، من باز تاکید کنم، ببین طول و عرض این تست رو نگاه کن، چقدر زمان میبره شاید تیتر رو بخونه و این گزینه هاشو بخونه و لغتاشو چک کنه، در حالی که با همین یه دونه فعل الان گزینه دو میشده چی؟ جوابش. پس ببین چقدر کار قشنگ و سرعتی میتونی سر جلسه کنکور انجام بدی. پس